حجم ساخت و ساز تو منطقه یک معمولا پروژه‌های بزرگی هستش، به نسبت مناطق دیگه شاید زمان بیشتری رو ببره، چون تاییدیه های نظام مهندسی و تاییدیه آتش نشانیش خب حجم بیشتری رو داره، پروژه حجیمی هستش. و مقایسه این که همه مناطق رو با هم قیاس بکنیم شاید مقایسه درستی نباشه و باید هر منطقه رو با خودش قیاس کرد، ببینیم که به نسبت سال گذشته چه وضعیتی رو داره. ما برنامه‌ریزی خوبی رو برای صدور پروانه در امسال پیش بینی کردیم که بتونیم که رشد مناسبی رو تو صدور پروانه داشته باشیم و همکاران ما دارن تلاش میکنن که در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای شروع کار رو به هم متقاضیان بدن در قالب همین طرح دو مرحله‌ای که گفتید، که متقاضی و کسی که در درخواست تخریب مصادره داره بتونه اون فاز اولش رو که بحث اخذ پروانه و تخریب ملکی هستش رو شروع بکنه تا تاییدیه‌های لازم از دستگاه‌های مربوطه که معمولاً بیرون شهرداری هستن به منطقه برسه که منطقه بتونه پروانه اصلی رو به مجموعه تقدیم بکنه. برای ما کلاً 8 تا ساختمان پرخطر داریم که 329 هستن. بله بله، که توی کمیسیون عرضم به حضورتون که ایمنی منطقه مرتب داره رصد میشه و دنبال میشه. دو تا از این ساختمون ها مربوط به ارگان های دولتی و عرضم به حضورتون که غیر شخصی هستش، داریم دنبال میکنیم که اونها امسال از این لیست خارج بشه با کاری که دارن انجام میدن، بودجه که گرفتن و مابقی موارد هم به جد تو کمیسیون داره دنبال میشه با هماهنگی دادستانی بچه های آتش نشانی که بتونیم انشالله مالکین اونها رو مجاب بکنیم برای اینکه زودتر بیان بحثمون رفع خطر رو انجام بدیم.